حال تک تکتون خوب باشه با یه درس دیگه که خیلی مفیده، خیلی جالبه. اومدم که بهتون یه چیزای جدید یاد بدم، چیزایی که قبلا یادتون نداده بودم و خیلی کاربردیه. ممکنه که جایی بشنوید متوجه بشید یا خودتون بخواید استفاده کنید، و پیشنهاد من اینه که اینا رو حتما استفاده کنید که تو ذهنتون بیشتر بمونه. یه جورایی ربطی به مردن یا مرگ یا اصطلاحای مربوط به اون که حالا ممکنه اصلا معنی کاملا مجزایی داشته باشه یا چیزایی که ممکنه این معنی رو بده. بریم ببینیم که چیا هست و بعضیاش توی انگلیسی بریتیش مخصوصا خیلی استفاده میشه، خیلی خیلی. برای مثال حالا هم چیزی هستش که خیلی عامیانه است، هم چیزی هستش که حالا آنچنان عامیانه هم نیست استفاده میشه. به هر حال بریم ببینیم اینا چی هست. I'm dying for a burger. I'm dying for a burger. وقتی که میگین I'm dying for a burger یا هر چیز دیگه، یعنی خیلی میخواید اون حالا همون چیزی که دارید میگید رو. I'm dying for a burger. I'm dying for a burger. توجه داشته باشید که اینجا از connected speech استفاده کردم. for میدونید که توی زبان انگلیسی بریتیش آر تلفظ نمیشه، ولی چون بعدش a اومده میگم I'm dying for a burger. I'm dying for a burger. I'm dying for a burger. یعنی دارم یعنی خیلی وقتی که خیلی یه چیزی رو هوس کردید اینو میگید، یعنی دارم میمیرم برای یه برگر. خب این شماره ها رو هم گذاشتم که اگر که چون اعتراض کردن یک شخصی که خیلی کمرنگ بوده، اگه یک جمله بود که نفهمیدید یا نتونستید پیداش کنید، طبق شماره ها پیدا کنید این شماره یک بود که الان گفتم، یا این که برام بنویسید بگید مثلا شماره شو براتون میگم چی بوده که شما نتونستید بخونید. شماره دو I'm dying for Persian kebab. همونه تقریبا. حالا من طبقش سلیقه خودم اینو نوشتم، من خودم همیشه اینجوری هم Persian kebab خیلی دوست دارم و همیشه میگم dying for Persian kebab. خب شماره بعدی که شماره سه هست I could murder a burger. I could murder a burger. خب این زمانیه که شما خیلی گرسنه هستید و وقتی که اینو میخوای بگید نشون میده که چقدر شما گشنه‌تونه، یعنی I'm so hungry I could murder a burger. I could murder a burger. دوباره اینجا نگاه کنید I could murder a burger. I could murder a burger. I could murder a burger. پس R اینجا دوباره شنیده میشه، برخلاف اینکه خب همه میدونید که توی زبان انگلیسی بریتیش R تلفظ نمیشه. I could murder a burger. شماره بعدی که گفتم انقدر، یعنی این نشون میده که یعنی خیلی گرسنه، انقدر گرسنه که الان میتونم یه برگر رو چه چیزای جالبی رو چه غذا من که میدونید که همیشه خیلی اهل غذا هم و اینا. خب بریم شماره 4 My leg is killing me. My leg is killing me. وقتی که میگی یه چیزی داره میکشتم یعنی که خیلی داره اذیت میکنه، معنیش کاملا با اون قبلی ها فرق داره، قاطی نکنید، همش یه جورایی به هم مرتبطه راجب اون kill, murder و این چیزایی که میاد، ولی فرق داره. My leg is killing me. My leg is killing me. وقتی یه جورتون درد میکنه، آسیب دیده و میخواید بگی وای داره خیلی اذیت هم میکنه، یا تو مواقع دیگه هم میشه استفاده کرد، ولی فعلا حالا من روی اعضای بدن وقتی که خیلی درد میکشید و اذیتید استفاده کردم. My leg is killing me. یعنی داره میکشتم انقدر که اذیت هم میکنه. این شماره 4 بود. شماره بعدی 5 The food is to die for. The food is to die for. فکر کنید که رفتید یه رستوران رو شما امتحان کردید، حالا یا ازتون میپرسن چطور بود، یا اینکه میخواید اصلا به یکی پیشنهاد بدید که برو فلان رستوران. The food is to die for. یعنی که غذاش واقعا خوبه. یعنی این to die for is to die for نشون دهنده این هست که چقدر کوالیتیش خوبه، اکسلنته، چقدر خوبه، چقدر مشتاقید بهش. Is to die for. یعنی شما خیلی مشتاقشید. پس their fate is to die for. شماره 6
her figure is to die for. این هم مثال رو بودم فکر نکنید فقط رستوران فقط غذاست. Her figure is to die for. Figure, بله figure رقم میشه ولی figure معنی shape of someone's body هم معنی میده یعنی فرم بدن یک شخص. Her figure is to die for یعنی figureش یا اندامش در واقع خیلی خوبه. نشون میده که خیلی عالیه چقدر خوبه. و شما چقدر دوست دارید. اوکی؟ Her figure is to die for. That's a matter of life and death. اینجا دوباره نگاه کنید. چون اینجا R در آخر هست و دوباره با یه O شروع میشه. میگه That's a matter of life and death. که یعنی مسئله سر بحث مرگ و زندگیه. That's a matter of life and death. پس این شماره 7. یعنی مسئله سر بحث زندگی و مرگ و زندگیه. پس مسئله مرگ و زندگیه خیلی راحت که معادلش رو توی فارسی قشنگ کاملا داریم. اینجا هم همینه و خیلی استفاده میشه. I'm dying of thirst. I'm dying of thirst. وقتی که میگی thirst یعنی تشنگی میدونید اینو. و وقتی که میگه I'm dying of thirst یعنی از تشنگی دارم میمیرم. حالا میتونستم گرسنگی رو بگید ولی منظور اون I'm dying of something یعنی داره اذیتتون میکنه این قضیه. اوکی؟ I'm dying of thirst از تشنگی دارم میمیرم. پس این شماره 8. بریم شماره 9 بعدیش. He went to be with the Lord this morning. خب این خیلی اینو آوردم که چون اینم بحث مسئله مرگه. He went to be with the Lord this morning. ممکنه اینو از کسی بشنوید و بگید که لورد رفت که با لورد باشه منظور چیه؟ یعنی که اوکی یعنی البته حالت مؤدبانه داره جوری که مثلا کسی که معتقده به دین و البته تو دین لورد همون لقب خدا هست. چی بگه گاد چی بگه لورد و و و و و چیزای دیگه. این یعنی رفت امروز صبح رفت پیش خدا. در واقع طرف فوت کرده امروز صبح. ممکنه اینو بشنوید و دیگه از این به بعد معنیشو میدونید. یعنی که میخوای مؤدبانه و با احترام صحبت کنید خبر همچین. امیدوارم که چه خبر همچین چیزی رو بشنوید نبدید. ولی این جملهش اگر که ممکن بود بفهمید بشنوید و بخواید بفهمید. Cross my heart and hope to die. این جمله وقتی میاد که میخواید قسم بخورید که واقعا این کار یه کاری رو انجام یا قولی بدید که cross my heart and hope to die. قطعا من این کار رو انجام میدم، قسم میخورم و یا چیزی که قبلش گفتید یا یه چیزی که بعدش گفتید حقیقت داره و به شما عمل خواهی کرد. اینو استفاده میکنید که شماره 10 و شماره 11. I died laughing که خیلی اینو دوست دارم. امیدوارم که همیشه اینجوری استفاده بشه die توی جمله. I died laughing از خنده مردم. خیلی اصطلاح های جالبیه، خیلی به دردتون میخوره و میدونم که بالاخره هم میشنوید هم باید استفاده کنید. اگر توی UK زندگی میکنید خیلی به کارتون میاد. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه. اگر تا حالا سابسکرایب نکردید لطف کنید دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. اگر انتقادی پیشنهادی هرچی هست قسمت کامنت ها بذارید و قطعا جواب میدم. این درس رو برای من لایک کنید و تا درس دیگه ازتون خدافظی میکنم.